دیگه نمیدونم، ولی نازنین اینقدر بچه باهوش، جوان باهوش و شوخ و علاقه ای که به ایران و تاریخ و فرهنگ ایران داشت که درس خیلی خوبی در پرینستون خوند و بعد رفت هاروارد که مطالعات ایران پیش از اسلام و تاریخ گذشته بود. علیرضا موقع که از ایران آمد بیرون پرچم ایران رو در چمدونش آورد که جوان بچه‌ای بود. متاسفانه علیرضا هم در زندگی میدونی خیلی از با وجودی که شوخ بود اصلا عجیب بود، همیشه اینقدر همه رو میخندوند. موقعی که 5 سال پیش که توی سفری بود و برگشت به بوستون، حالا واقعا چه اتفاق اون لحظه افتاد نمیدونم، ولی حالا این مطلب رو کی نوشته بود؟ آیا همون شب نوشته بود؟ آیا قبلا که خواست که بسوزوننش و بعد خاکسترش رو بریزن به در بحر خزر؟ چی بگم دیگه، این دوتا نازنین بچه چجوری از این دنیا رفتن؟ از بچگی برادرم شروع میکنم. موقعی که واقعا طفلی جوان بود، فکر میکنم هیچ کسی تردید نداره که علیرضا خیلی بچه باهوشی بود و عجب هم شیطان بود در بچگیش. خیلی خواهرم فرهناز الان خصوص تایید خواهد کرد که موقعی که در کوچیکی بزرگ میشدیم خیلی هم بعضی جاها اهل خرابکاری بود، به طوری که ما حتی بهش لقب تروریست داده بود. آخرین باری که تونستم یک چند روزی رو با برادرم باشم، یه 2 هفته با هم در تعطیلات تابستان پیش بودیم و توانسته بودیم چند روزی با هم جام جهانی فوتبال رو نگاه بکنیم. این آخرین خاطره ایست که از برادرم دارم. در اون فاصله که در اروپا بود با هم ارتباط و تماس تلفنی داشتیم. زیاد نکشه که باز دوباره هم دیگه رو ببینیم.